خب فرشته هم بودن قبلا در تعداد بسیار زیادی، جن هم قبل از ما بودن با جمعیت بسیار زیادی و اینها مکلفند و بندگی و اینها، اونا بهشت میرن، بهشت دارن و جهنمی دارن. مثلا خود همه ابلیس از جن هستش. سوالی که پرسیدن این که آیا ارواح در جهان دیگر هم به همین شکلن؟ نه، این شکلی که توی فیلم تلویزیون ناچاره نشون بده، خب باید آدمی بیاد و حالا یه خود رنگ لباسش چه. آره، ما بعضی که از دنیا رفتیم، خود روح از نظر دید همین چشم عادی ما که دیدی بهش نداریم، به جهتی که ما بالا سر زنده میشستیم و میبینیم مرد و هیچ هم نمیبینیم که رفت. پس ما دریافتی نداریم از روح با این چشم و ابزار. روح میره بعد که تو قبر سوال و جواب تمام میشه، تو نقل ها داریم که به بدن مثال میبردش. بدن مثال یه بدن است که به این علت بهش میگن مثال که مثل بدن دنیاست. جسمانیت داره یا نه؟ نه، مربوط به عالم برزخی، یعنی عوالم اونجا جسمانیتش مربوط اون نداره عالم. یا داره؟ نه، این جسم نداره. این جسم موجود، ولی نوعی جسمانیت داره. ببینید حالا با این لغت هایی باید آشنا بشیم. حالا مثلا گاهی اوقات از تنگی لغت مثلا بگن تجرد فلان، اینا باز لغت های ما هست. ببینید الان دنیای ما بر اساس این استنباط دانشمندامون فلز و شبه فلز و اینا که در آوردن، حالا رو هم رفت جمعش چقدر، ولی از همینا هستیم ما. یه سیستم دیگری با یه تشریفات دیگری و با یه مسائل دیگری، مثلا فرشته ها دارن، جور دیگری جن ها دارن، روح هم همینطوره. روح اینگونه نیستش که مثلا حالا با پتاسیم و اکسیژن و مثلا آهن و اینا بتونیم دریافت کنیم. حتی با اینها اینه که اونجور چه نکنیم، ما عادت داریم که مثلا شکل شمایل رو تو ذهنمون تصویر کنیم. خب حالا به هر حال به همین شکل منظورشون شاید مشخصا این باشه که بالاخره اونجا شاخدون پیدا میکنه، یا نه حال همینه دیگه، نه یا مثلا خوشگلتره، بال پیدا میکنه، فرشته میشه.